مردم بلغارستان در حالی روز یک شنبه به پای صندوقهای رأی رفتند که کشف 350 هزار برگه رأی غیرقانونی در یک چاپخانه احتمال بروز تقلب در این انتخابات را افزایش داده است بر اساس نظرسنجی هایی که در نخستین ساعات رأیگیری منتشر شد به نظر نمی رسد هیچ یک از احزاب حاضر بتوانند اکثریت کرسی های پارلمان را در اختیار گیرند همچنین گزارش حاکی از آن است که رقابت اصلی در این انتخابات میان حزب راست میانه به رهبری بایکو بوریسوف نخست وزیر سابق بلغارستان و حزب سوسیالیست به رهبری سرگی استانیشوف خواهد بود. حزب جنبش حقوق آزادی که به اقلیت ترک بلغارستان تعلق دارد، حزب ملی تندروی آتاکا و یک حزب میانه نیز از دیگر احزابی هستند که به نظر میرسد به پارلمان جدید راه یابند. اعتراض های گسترده مردم بلغارستان علیه فساد مالی افزایش بهای برق و وخامت اوضاع اقتصادی دولت سابق این کشور را که در اختیار راستگرایان میانه رو بود، ماه فوریه گذشته وادار به استعفا کرد.